قوم اسرائیل در آستانه سرزمینی که خدا به اونها وعده داده بود ایستاده بودند، ولی پیش از اینکه وارد اونجا بشن هیئتی رو برای بررسی اون سرزمین میفرستند. همه اون 12 نفری که فرستاده شدن دیدن که سرزمینی بسیار عالی و خوبی است. همه اونها میدونستن که خدا وعده داده بود اونجا رو به اونها بده. هر 12 نفر میخواستن وارد سرزمین موعود بشن، ولی پس از 40 روز که بازگشتن تصمیمات و نظرات متفاوتی داشتن. 2 نفر گفتن باید بریم و اون سرزمین رو همین الان تصاحب کنیم، ما حتما میتونیم اونجا رو بگیریم. در اعداد باب 13 شما این رو میتونید پیدا بکنید. ولی بقیه 10 نفر گفتن ما در اونجا آدمای قول پیکری رو دیدیم که خیلی قد بلند و قوی هیکل بودن. ما در مقابل اونها خودمون رو مثل ملخ دیدیم و در نظر اونها هم اندازه ملخ دیده می شدیم. من واقعیت اینه فکر نمی کنم هیچ یک از فرزندان خدا اجازه داشته باشه در مورد خودش اینقدر کوچیک فکر کنه. من و تو با خون گرانبهای عیسی مسیح خداوند خریده شدیم. من به فروتنی اعتقاد دارم، ولی فروتنی این نیست که نسبت به آنچه که خدا برای تو انجام داده بی احترامی کنی. ما فرزندان او هستیم. علاوه بر این، اون 10 جاسوس این گزارش رو هم دادن که شهرهاشون هم خیلی بزرگ بود و تازه دیوارهای شهرها تا آسمون میرسید. تثنیه باب 1:28. میدونید چرا اینطور فکر میکردن؟ چون خودشون انگار ملخ بودن، یعنی خودشون رو ملخ میدیدن. تصور کنید یک ملخ اون پایین دیوار ایستاده، سرشو بلند میکنه و با چشماش سعی میکنه دیوار رو تا آنجا که ممکنه دنبال کنه. بالا، بالاتر، بازم بالاتر، بالاخره آسمون رو میبینه. این زاویه دید یک ملخه. تعجبی نداره از این که میبینیم ترسیدن. شما در مورد شرایط خودتون چطور فکر میکنید؟ آیا شما هم با جباران و شهرهای حصاردار خودتون رو روبرو میبینید؟ چگونه به اونها نگاه میکنید؟ از زاویه دید یک ملخ؟ خدا از آسمون به همون آدمای قول پیکر و همون دیوارها نگاه میکنه، ولی از زاویه دید او اونها خیلی بلند و ترسناک به نظر چیه نمیرسن. دعا میکنم خداوند ما رو کمک کنه تا به یاد آوریم که هیچ چیز نزد او غیر ممکن نیست. ما ملخ نیستیم، بلکه فرزندان خدای زنده، یعنی خدایی که بزرگتر از هر آنچه که ما میتونیم تصور کنیم که ممکنه در زندگی با اون روبرو بشیم هستش.